درود بر استاد امید نودوشنی عزیز. درود بر فرهی خدمت شما همکاران عزیزتون، شنوندگان و بینندگان عزیز یاران. تأکید مکرر رئیس جمهوری آمریکا بر اینکه جنبش مردم ایران رو حمایت میکنه بسیاری رو برانگیخته و به جای اینکه ما خودمون رو آماده کنیم، هم اپوزیسیون و هم در داخل کشور توده های مردم که مورد حمایت غرب واقع خواهیم شد و هیچ گونه سازشی در کار و در راه نیست، و اگر ما بخواهیم و اراده ملیمون رو به کار بگیریم بدون تردید این آزادی هست که پیروز خواهد شد. گروهی تجزیه طلب باز به میدان اومدن و از این طریق دارن اختشاش ایجاد می کنند و افکار عمومی رو مخدوش می کنند. نظر شما چی استاد؟ کاملا با تو همعقیده هستم استاد فرحی، و ما یک نمونش رو در تظاهراتی که علیه جمهوری اسلامی بود با آوردن پرچم جمهوری قلابی آذربایجان توسط یکی از عناصر دیدیم. اما اجازه بدید بگم که بارها و بارها تاکید پرزیدنت بوش در این که شایعه حمله قریب الوقوع آمریکا به ایران مضحکه بیش نیست، این حرف درست است، اما باید با سیاستمداران آمریکایی و اندیشمندان آمریکایی ما یک باب گفتگو داشته باشیم که وقتی صحبت از حمایت از جنبش دموکراتیک مردم ایران و خواسته های دموکراتیک مردم ایران میشه، آیا گروه های تجزیه طلب و خواسته هایی که پیشینه مارکسیسم لنینیستی دارن اما امروز خودشون رو پشت ظاهر دموکراتیک قائم کردن، آیا اینها هم می توانند در چارچوب این مبارزات دموکراتیک قرار بگیرند یا نه؟ مثلا آقای نوم چامسکی که یکی از فعالین سیاسی مشهور آمریکا هست و پروفسور زبانشناسی در دانشگاه MIT در شهر بوستون هستند، ایشون میگن که یکی از تصمیماتی که گروه جنگ طلب در وزارت دفاع آمریکا در ایران از سال 1994 بدین سو گرفته، و من دارم کوت میکنم از وبسایت آقای چامسکی و مصاحبه‌ای که ایشون داشتن، این هستش که از تجزیه طلبان آذری در ایران استفاده کرده و از طریق آنان دست ایران را از دریای کاسپین قطع کرده و سپس راه تجزیه ایران را هموار نمایند، و به این منظور 12% از نیروی هوایی اسرائیل در جنوب کشور ترکیه مستقر شدن تا از این گروه های تجزیه طلب آذری حمایت بکنند. و از طرف دیگه امسال در آوریل 2004 سال گذشته آکادمی علوم جمهوری قلابی آذربایجان خانوم برندا شیفر رو دعوت کردم. ایشون از به گفته اذعان خودشون و در ویتا و رزیومه خود ایشون از افسران اطلاعاتی کشور اسرائیل هستن، به عنوان بزرگترین پژوهشگر در رابطه با مطالعات مربوط به آذربایجان و هویت آذربایجانی معرفی شدن، و ما میدونیم خانم برندا شیفر که هیچ زبان فارسی بلد نیستند و در رساله دکترایی که در دانشگاه بار ایلان تل‌آویو نوشتن بارها و بارها با خدشه‌دار کردن تاریخ و جعل تاریخ سعی کردن یک هویت کاذب برای صهیونیست‌های آذری در ایران بتراشن. اینها تمام نکاتی است که ما میباید متوجهش باشیم، به ویژه اینکه در این رادیوی ورشکسته فردا که با پول شهروندان آمریکایی گردونده میشه تا مقاصد اهریمنی یا نوکران جمهوری اسلامی یا گروه های تجزیه طلب در ایران رو به پیش ببره، یک میزه گردی تشکیل شده بود با آقای که توسط آقای علی سجادی گذاشته شده بود و در اون عبدالستار دشوکی تجزیه طلب بلوچ، آقای محمود احمد از تجزیه طلبان عرب اهواز و آقای حسن ماسادی که ایشون من نمیدونم چه عنوانی روشون بذارم، روزی ایشون طرفدار تالشن، روزی طرفدار ماسولا، روزی جمهوری ها، روزی لایک، روزی هم سلطنت طلب، این سه نفر یک میزگردی داشتن که کلی هجویات و چرندیات در رابطه با مبارزات دموکراتیک گروه های تجزیه طلب مطرح کردن. من میخوام اینجا به حضور تمام شنوندگان و بینندگان عزیز یاران عرض کنم
که در مبارزه ما باید مشخص کنیم که وقتی صحبت از مبارزه دموکراتیک مردم ایران میکنیم، روز این مبارزه دموکراتیک چه هستش؟ برای اینکه مبارزه ای که هدفش تجزیه خاک ایران، تلاشی وحدت فرهنگی و یگانگی فرهنگی مردم ایران باشه، این در چارچوب مبارزات دموکراتیک مردم ایران قرار نمیگیره. و به این ترتیب کلیه این جریانات تجزیه طلب صهیونیست آذری، گروه های تجزیه طلب بلوچ، گروه های بحثی خوزستانی و گروه های تجزیه طلب کرد، اینها در چارچوب مبارزات دموکراتیک ما جا ندارن و بسیاری از این گروه ها رو ما میباید تلاش کنیم تا وارد لیست گروه های تروریست دنیا بکنیم و سیاستمداران آمریکایی و اروپایی بخوایم که جریاناتی مانند حزب دموکرات کردستان یا کومله رو که هنوز مبارزه مسلحانه رو نفی نکردن، بخوانید تروریسم رو نفی نکردن در ایران، این جریانات میباید در لیست گروه های تروریست قرار بگیرن تا به عوض اینکه رادیو فردا، رادیوی ورشکسته فردا بیاد برای اینها میزه گرد تشکیل بده و به اینها بلندگویی بده که اکاذیب خودشون رو بین مردم ایران پخش بکنن. در این راستا به نظر من دیالوگ مردم ما با چه با سیاستمداران آمریکایی و چه با خودمون بسیار بسیار اهمیت داره که مشخص بکنیم رؤوس این مبارزه دموکراتیک، رؤوس این خواستای دموکراتیک چه هستش. و من اینجا از کلیه صاحب نظران میخوام خواهش کنم که این رؤوس رو روشن کنن به شکلی که میتونن روشن کنن که آیا مبارزه دموکراتیک میتونه شامل از بین بردن وحدت فرهنگی ایران، وحدت جغرافیایی ایران و وحدت ملی ایران باشه یا نه. برای اینکه اگر این کار رو ما نکنیم، راه رو برای جمهوری اسلامی هموار خواهیم کرد، جمهوری اسلامی از ناسیونالیسم استفاده خواهد کرد و کلیه این مبارزات دموکراتیک رو که ما سعی میکنیم سازماندهی بکنیم به بیراهه کشیده خواهد شد. استاد، خواستم این نکته رو یادآور بشم که هر کس حق داره که نظر خودش رو اعلام بکنه، گرچه تجزیه طلب باشه، اما میباید به پاسخگویی او پرداخت، میباید اونها رو افشا کرد. این آقای دوشوکی بارها و بارها در همین خط اعلام کردن که مطلقاً به استقلال مملکت و به تمامیت ایران اعتقاد دارن، بنابراین این سوء تعبیر پیش نیاد که یه بار ما کسانی که دارن مبارزه برای آزادی ایران میکنن رو تجزیه طلب بنامیم و در نتیجه اونها رو واقعاً برانگیزیم به اینکه بیشتر حمایت بکنن از کسانی که قصد نقض تمامیت ایران رو دارن. استاد فرعی، آقای دوشوکی تو از دو طرف دهانشون صحبت میکنن. من برای شما وقتی با ایشون صحبت میکردم، نامه ای رو که ایشون به میر ظفرالله جمالی نخست وزیر اسبق کشور پاکستان نوشته بودن قرائت کردم که در اون ایشون اشاره کرده بودن که ما برادران و خواهران بلوچ شما از شما نخست وزیر کشور پاکستان میخواییم در امور داخلی کشور ایران دخالت بکنید و بر جمهوری اسلامی و مردم ایران از مردم ایران حق ما رو بگیرید. یعنی در حقیقت اگر در ظاهر افرادی مانند آقای دوشوکی صحبت از این میکنن که به تمامیت ارضی ایران معتقد هستن، تمامیت ارضی ایران بدون تمامیت فرهنگی ایران معنایی نداره. استاد فرهی، ما این رو باید مشخص کنیم. وحدت خاک ایران و وحدت ملی ایران بدون وحدت فرهنگی که توسط زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به وجود آمد بی‌معنا بوده و بی‌معنا خواهد بود. یعنی ما باید بفهمیم که این وحدت ملی که ما صحبت میکنیم در قلب اون و در محور اون وحدت فرهنگی ایران هست و وحدتی که توسط زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به وجود اومده. و کلیه این جریاناتی که خودشون رو به نوعی بنا به ملاحظات سیاسی، مثلا شما الان در کشور عراق نگاه کنید، ببینید جریانات کرد عین همین روش رو که آقای دوشوکی داره اونها دارن و در حقیقت هدف اصلیشون تجزیه خاک کردستان از کشور عراق هستش و همه هم این رو میدونن. این همین جریان رو اینها الان در ایران میخوام پیاده کنم و صحبت ما با اینها این هستش که وحدت ملی ایران و تمامیت ملی ایران بدون وحدت فرهنگی و تمامیت فرهنگی ایران نمیتونه به وجود بیاد و اگر قرار وحدتی باشه باید از وحدت فرهنگی شروع بشه. نه، اتفاق سپاسگزار هستم.